نامه بهاره هدایت از زندان اوین. بهاره هدایت، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای که از زندان منتشر کرد تأکید کرد این حکومت سرشت و سرنوشتش تباهی است و باید برود. از بین بردن این حکومت جنایتکار حتما پر هزینه و پر مخاطره خواهد بود، اما از پرداخت این هزینه ها و مواجهه با مخاطراتش گریزی نیست، چرا که ساخت قدرت توان حزم و به رسمیت شناسی نیروهای اجتماعی جدید را در درون خود ندارد. بهاره هدایت در این نامه نوشت: انقلاب قطعی است. نزد حکومت این مطالبات برآوردنی نیست، چون تمام امکانهای انعطاف‌پذیری ساخت قدرت پیشاپیش حذف یا بی اعتبار شده اند و نزد اکثریت مردم قابل چشم‌پوشی نیست، چون به زندگی عادی و روزمره آنها گره خورده و به هر معنا که نگاه کنیم مطالباتی مشروع، متعین و بدیهی است. بنابراین اکنون مطالبات به خود ساختار و قدرت برخورد کرده، هم نیل به سوی تحققشان ساختار را فرو می پاشاند، هم مقاومت در برابرشان. به این معنا انقلاب قطعی است. همچنین به گفته این زندانی سیاسی، انقلاب بنا به طبیعت خود امری پر مخاطره و خشن است. پس گرچه تجویز منع خشونت تا حد امکان پذیرفتنی است، اما اصرار به عدم خشونت مطلق به معنی امتناع انقلاب است، یعنی منتفی کردن انقلاب.